دو تن از اعضای برجسته دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی تهران در دو نقطه متفاوت ولی به صورت کاملا مشابه هدف حمله تروریستی قرار گرفتند که در این میان دکتر مجید شهریاری کشته شد، اما دکتر فریدون عباسی دوانی با جراحات سطحی زنده ماند. گفته می‌شود تروریست‌های موتورسوار با نزدیک شدن به خودروی حامل آنها و چسباندن یک بمب روی در، خودروها را منفجر کردند. هنوز گمانه‌زنی‌ها درباره عاملان این حادثه مشابه تروریستی ادامه دارد. با این حال وزیر اطلاعات ایران سازمان‌های جاسوسی بیگانه را عامل این حوادث معرفی کرده است. شهلا جاهد 41 ساله متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست معروف ایران در دهه 60 اعدام شد. پس از بررسی ها و تشکیل چندین دادگاه سرانجام به دلیل عدم رضایت ولی دم این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه پس از حدود 8 سال از وقوع جنایت روز چهارشنبه 10 آذر ماه در محوطه داخلی زندان اوین به مرحله اجرا درآمد. خبرگزاری ها گزارش دادند ساعاتی پس از اجرای حکم اعدام ناصر محمدخانی ایران را به مقصد کشور قطر ترک کرده است. دکتر ابوالقاسم قلم‌سیاه از پیشکسوتان دانش فیزیک و علوم هسته‌ای ایران در 90 سالگی درگذشت. او با داشتن بیش از 50 سال سابقه تدریس، تحقیق و پژوهش از پیشگامان و پشتوانه‌های انرژی اتمی در ایران محسوب می‌شود. شعاع دود و زبانهای آتش از جنگل‌های گلستان و گیلان به شرق مازندران رسیده است. در هفته گذشته گرمای بیش از حد هوا و وزش بادهای گرم چهره بخش‌های شرقی و مرکزی مازندران را تابستانی کرده که سبب وقوع آتش سوزی در جنگل‌های مازندران شده است. تلاش امدادگران برای مهار و خاموش کردن حریق همچنان بی نتیجه بوده. یک هواپیما ربایی مسلح به سلاح سرد که مدعی بمب‌گذاری در هواپیمایی در مسیر پرواز تهران دمشق شده بود توسط نیروهای امنیت پرواز بازداشت شد. این هواپیما ربا مدعی شده بود که هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمای ایرانر را بمب‌گذاری کرده و می‌خواهد کنترل آن را در اختیار بگیرد، اما پس از بررسی‌ها آشکار شد که هواپیما فاقد هر گونه بمبی بوده است. این پرواز بدون هیچ حادثه‌ای در دمشق به زمین نشست. تاکنون درباره انگیزه این هواپیما ربایی گزارشی اعلام نشده است. در پی کاهش شدید جمعیت در روسیه، رئیس جمهوری این کشور خواستار اعطای امتیازات مادی فراوان به خانواده‌هایی شد که فرزند سوم به دنیا بیاورند. دیمیتری مدودوف در پیام سالیانه خود گفته باید برای خانواده‌هایی که 3 کودک یا بیشتر دارند امتیازات مکمل مالیاتی معرفی کرده و بابت هر بچه‌ای از بچه سوم گرفته به بعد پرداخت‌های مالیاتی را به میزان 3000 روبل در ماه کاهش داد. سربازان آمریکایی به سلاح جدیدی مجهز شدند که میتواند با استفاده از یک مسافت سنج لیزری هدف را هر جایی که پنهان شده باشد شناسایی کرده و گلوله‌های انفجاری را دقیقاً بر فراز آن پرتاب کند. ارتش آمریکا معتقد است با کمک XM25 میتوان سرنوشت جنگ‌ها را تغییر داد. این اسلحه را میتوان در زمانی که هدف در پشت دیوار یا حتی در یک خندق پنهان شده نیز استفاده کرد. XM25 در حال حاضر در اختیار سربازان آمریکایی مشغول به خدمت در افغانستان قرار گرفته و نیروهای ویژه بریتانیا نیز می توانند از آن استفاده کنند. روسیه به عنوان میزبان جام جهانی 2018 و قطر به عنوان میزبان بازی‌های 2022 توسط کمیته اجرایی فیفا انتخاب شدند. جام جهانی 2014 نیز به میزبانی کشور برزیل برگزار خواهد شد. کتابی با عنوان آشپزی 30 دقیقه ای با فروش بیش از 100 میلیون پوند پس از هری پاتر در جایگاه دوم کتاب‌های پرفروش تاریخ بریتانیا قرار گرفت.